سازمان ملل متحد به مناسبت 17 اکتبر روز جهانی ریشهکنی فقر خواستار دسترسی همگانی به کار مناسب و حمایت اجتماعی به عنوان ابزاری برای حفظ کرامت انسانی برای همه شده است این سازمان میگوید تقریبا 700 میلیون نفر در جهان در فقر شدید زندگی می کنند علی اکبری گزارش می دهد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 میلادی همه اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشهکنی فقر در جهان به رسمیت شناخته و از آن به بعد همه سال این روز را گرامی می‌دارد. سازمان ملل روز سهشنبه 25 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بسیاری از کسانی که در فقر شدید زندگی می کنند در اقتصاد غیر رسمی کار می کنند و با شرایط سخت و خطرناکی روبرو هستند به گفته این سازمان علا رقم ساعت طولانی کار این افراد قادر به کسب درآمد کافی برای مخارج خود و خانواده نیستند سازمان بین کار تخمین میزند که تقریبا دو سوم جمعیت شاغل جهان یعنی بیش از دو میلیارد نفر کارگران غیر رسمی هستند. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2020 تنها چهل شش ممیز 9 دهم ده درصد از جمعیت جهان تحت پوشش حداقل مزیت حمایت های اجتماعی قرار گرفتند. اما بیش از نیمی از جمعیت جهان از پوشش این برنامه ها بیرون ماندند هرچند شرایط کار غیر رسمی عمدتا در آمریکای لاتین و آفریقا ذکر شده اما کار غیر رسمی در کشورهای با درآمد بالا به ویژه در میان کارگران هاشی نشین و فاقد مدرک نیز وجود دارد علاوه بر این افرادی که مستقیما تحت تاثیر فقر شدید قرار می گیرن، با تبعیض مواجه می شوند و به دلیل وضعیت اجتماعی اقتصادی سطوع پایین تحصیلات و همچنین ننگ ناشی از فقیر بودن قادر به دستیابی به کار مناسب نیستند صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف تخمین میزند که در کشورهای کم توسعه یافته از هر چهار کودک پنج تا هفده سال بیش از یک نفر درگیر کارهایی است که برای سلامتی و رشد آنها مضر است تبعیض در میان زنان نیز وجود دارد که طبق گزارش سازمان بین المللی کار 58 درصد از نیروی کار غیر رسمی را تشکیل می دهند. نگرانی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی ریشهکنی فقر در جهان در حالی است که هماکنون چندین کشور آسیایی به ویژه کشورهای اسلامی از افزایش فقر و گرسنگی رنج میبرند یمن سوریه افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که طی سالهای اخیر به دلایل تحولات سیاسی امنیتی و حوادث طبیعی دچار قحطی و فقر شدید شدهاند در این میان افغانستان تحت کنترل طالبان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که مردم آن با توجه به شرایطی که طالبان تحمیل کرده به سرعت به سمت فقیرتر شدن حرکت می کنند. بر اساس گزارش های معتبر جهانی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بزرگترین بحران بشری دست به گریبان است با فرارسیدن زمستان و افزایش روزافزون فقر میلیون ها تن در این کشور از تشدید گرسنگی و سردی هوا ابراز نگرانی کردند اکثریت شهروندان افغانستان میگویند که خشکسالی های پی در پی بیکاری زنان و عدم سرمایه گذاری در راستای زیربناها و برنامه های توسعه باعث افزایش نگرانی های آنان در زمستان پیش رو شده است